خب وزان پس به موبد بفرمود شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. نه ما اینجا بودیم که گذر بود چندان که جنگی چهار میانه برفتی به تنگی سوار. پس با سختی چهار تا سوار میتونستن از بین این هیزوما عبور کنن. بدانگاه سوگند پرمای شاه چنین بود آیین و این بود را. بدانگاه یعنی در آن زمانه، در آن دوره و زمونه. سوگند پرمای شاه، بذاره سوگند رو بخونم براتون. سوگند نوشته قسم و عهد، فکر کنم از لغتنامه اینجا کپی پیست کردم. در اوستا سوکنته به معنی گوگرد است و سوگند خوردن یعنی خوردن گوگرد که نوع آزمایش برای تشخیص گناهکار یا بیگناه بود که در قدیم مقداری آب آمیخته به گوگرد به متهم میخورانیدند و از تأثیر آن گناهکار بودن یا بیگناهی او را تعیین میکردند. پس خود همه کلمه سوگند خوردن هم حالا به اعتبار لغتنامه هم خودش یه نوع ور بوده. اصلا ما چرا به قسم میگیم سوگند؟ خود همین سوگند یعنی گوگرد، حالا ظاهرا اینجوری که میگه در اوستا هست. و بنابراین خود ببینن سوگند هم دلالت میکنه بر همین مسئله ور و آزمون اورادالی. میگه بدانگاه یعنی میگه در آن زمانه سوگند پرمای شاه چنین بود آیین و این بود راه. و عهد و پیمان پادشاهان، اینجا سوگند به معنی اون ناقاموس و عهد و پیمان و اون قراردادی بوده که پیش پادشاهان بوده، چون این بود و آیین و این بود را. راه دیگری غیر از این وجود نداشت. وزان پس به موبد بفرمود شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. خب میدونن نفت در زمان خشایارشا تو جنگ سالامیس، خشایارشا نفت با خودش برد و دریا رو آتش زدن دیگه، چون دریا رو بجز با نفت نمیشه آتش بزنی. و یکی از چیزهای جالب اون جنگ، روایت‌های جالب اون نبرد سالامیس که در واقع به نظرم ایرانیان هم شکست خوردن در اون جنگ که خشایارشا هم گویا شلاق میزده بر دریا، همین آتش زدن دریا بود که کشتی ها رو بسوزونن. میگه وزان پس به موبد بفرمود شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. بیامد 200 مرد آتش فروز، دمیدند گفتی شب آمد به روز. بس یه سری وسیله دمیدن هم بود که میومدن در آتش ها میدمیدن که اینها گور بگیرن. نخستین دمیدن سیاه شد ز دود، زبانه برآمد پس از دود زود. زمین گشت روشنتر از آسمان، جهانی خروشان و آتش دمان. سیاوش بیامد به پیش پدر، یکی خود زرین نهاده به سر. سراسر همه دشت بریان شدند، بدان چهر خندانش گریان شدند. هوشیوار با جامه های سپید، لبی پر ز خنده دلی پر امید. یکی تازی برنشسته سیاه، همی گرد نعلش برآمد به ماه. پراکنده کافور برخیشتن، چنان چون بود رسم و ساز کفن. انگار کفن پوشیده بود سیاوش و کافور به خودش زده بود و لباس سپید پوشیده بود مثل موبدان و بر یه اسبی سوار بود که گرد نعل این اسب میرسید به ماه. بدان گه که شد پیش کاووس باز، فرود آمد از اسب و بردش نماز. رخ شاه کاووس پر شرم دید، سخن گفتنش با پسر نرم دید.
سیاوش بدو گفت اندوه مدار، که از اینسان بود گردش روزگار. سری پر ز شرم و بهایی مراست، اگر بی گناهم رهایی مراست. بهایی یعنی سزاوار، زیبنده. و میگه سری پر ز شرم و یعنی آداب بلدم، قاعده میدونم، قانون میشناسم، بهایی مراست، این سر سزاوار منه، اگر بی گناهم رهایی مراست. وریدون که زین کار هستم گناه، جهان آفرینم ندارد نگاه. به نیروی یزدان نیکی دهش، از این کوه آتش نیابم تبش. خروشی برآمد ز دشت و ز شهر، غم آمد جهان را از آن کار بهر. چون از دشت سوداوه آوا شنید، برآمد به ایوان و آتش بدید. همی خواست کورا بداید به روی، همی گشت جوشان پر از گفتگوی. و سوداوه دلش میخواست که سیاوش بسوزه. همی خواست کورا بداید به روی، همی گشت جوشان پر از گفتگوی. جهانی نهاده به کاووس چشم، زبان پر ز دشنام و دل پر ز خشم. سیاوش بران کوه آتش بتاخت، نشد تنگ دل جنگ آتش بساخت. ز هر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، یکی دشت یعنی مردمان دشت، میگم مجاز که ما هم امروز به کار میبریم این نوع مجاز رو، مثلا میگیم جهان به گفتار ما گوش میکند، منظورمون جهانیانه. و اینجا من دشت یعنی کسانی که در دشت ایستادن. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او ز آتش کی آید برون. چون او را بدیدند برخاست او، که آمد ز آتش برون شاه نو. اگر آب بودی مگر تر شدی، ز تری همه جامه بی بر شدی. میگه آیا آب بود که تر شده؟ تو آتش اومده بیرون انگار تره. ز تری همه جامه بی بر شدی. میتونیم این اینجوری معنی کنیم، بی بر رو بگیریم مثلا بی ارزش، بی فایده، و اینجا به معنی یعنی خیس خالی، یعنی انگار نه انگار که از تو آتش در اومده، انگار که مثلا از تو حوض آب در اومده باشه. و میگه که جامش خیس هم بود، انگار که تر شده بود. اگر آب بودی، اگر رو ببینیم بگیریم به معنی یا، و اینجا یعنی گویی، گویی آب بودی مگر تر شدی. چرا که چون این تر شد، ز تری همه جامه بیبر شدی، جامش هم اصلا خیس بود. میتونیم اینجوری شاید معنیش کنیم. یه جور دیگهش این که بیام اینجوری معنی کنیم که بگیم که سخت برام پیدا کردن چنین معنی است تو این ترکیب، ولی منطقی میتونم بگم، یعنی این که انگار که رفته تو آب و خیس نشده، برعکس، انگار وارد دریا شدی و خیس نشدی، و جامت هم لباست هم یه ذره حتی تر نشده، خودت که تر نشدی چی، یعنی برعکس معنی رو بفهمم. ولی هرچه که سعی میکنم با ترکیب کلمات و این اگر رو حالا چی معنی کنم، مگر رو چی معنی کنم که چنان معنایی بده، نمیتونم منطقا تو ذهنم این معنا رو بفهمم. ولی اون معنایی که اول گفتم رو میشه حالا با زور چکش فهمید. ولی به هر حال مردم دارن میگن که فریاد برآوردن که او اومد بیرون، اومد بیرون و بیگناه. چنان آمد اسب و قبای سوار،
که گفتی سمن داشت اندر کنار. و اینجا من باز با این معنی که من میکنم جور در میاد، میگه انگار که یه دامن پر از گل با خودش آورده بود بیرون. پس این با اون تری و تازگی و تراوت و آب و اینها جور در میاد. میگه انگار که یه دامن گل با خودش از آتش ها آورده بود بیرون. چنان آمد اسب و قبای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. چون از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. سواران ز لشکر برانگیختند، همه دشت پیشش درم ریختند. یکی شادمانی بودن در جهان، میان کهان و میان مهان. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بی گنه دادگر. و همه خوشحال بودن که بخشایش خدا بر بی گناه اتفاق افتاد. همی کند سودابه از خشم موی، همی ریخت آب و همی خست روی. چو پیش پدر شد سیاوخش پاک، نه دود و نه آتش نه گرد و نه خاک. فرود آمد از اسب کاووس شاه، پیاده سپهبد پیاده سپاه. سیاوخش را تنگ در بر گرفت، ز کردار بد پوزش اندر گرفت. سیاوش به پیش جهاندار پاک، بیامد بمالید رخ را به خاک. که از تف و آن کوه آتش برست، همه کامه دشمنان گشت پست. بدو گفت شاه ای دلیر و جوان، که پاکیزه تخمی و روشن روان. خنک آن که از مادر پارسا بزاید، شود بر جهان پادشاه. گفت رحمت بر اون مادرت که درست کار بود. به ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی به سر برنهاد. می آورد و رامشگران را بخواند، همه کام ها با سیاوش براند. سه روز اندر آن سور می می کشید، نبود بر در گنج بند و کلید. بند و کلید رو از خزانه سلطنتی برداشتند و شاه گفت که هر چه دلتون میخواد خرج کنید. چهارم، یعنی روز چهارم، چهارم به تخت مهی برنشست. یکی گرزه گاف پیکر به دست، برا شفت و سوداوه را پیش خواند. گذشته سخنها فراوان براند، که بی شرمی و بدتنی کرده ای، فراوان دل من بیازرده ای. چه بازی نمودی به فرجام کار، که با جان فرزند من زینهار بخردی و در آتش انداختی. بر این گونه بر جادویی ساختی. زینهار خوردن برعکس زینهار دادنه. زینهار خوردن یعنی پیمان شکستن، و زینهار خوردن بر خود یعنی خود رو در معرض خطر انداختن، و زینهار خوردن بر جان کسی یعنی جان کسی رو در معرض خطر انداختن. ولی زینهار دادن یعنی امان دادن و اون رو در کنف حمایت گرفتن. این خوردن و دادن اینجا خیلی معانی رو تغییر میده و برعکس میکنه. در واقع حواسمون باشه. میگه چه بازی نمودی به فرجام کار، که با جان من فرزند من زینهار بخردی و در آتش انداختی. بر جان فرزند من زینهار بخردی، یعنی با جان بچه من بازی کردی و در آتش انداختی. بر این گونه بر جادویی ساختی.
نیاید تو را پوزش اکنون به کار، بپرداز جای و برارای دار. برو لباسات رو جمع کن، آماده اعدام باش. بپرداز جای یعنی تختت خالی کن، اتاقت خالی کن. برارای دار یعنی آماده بشو که بردارت کنن. نشاید که باشی تو اندر زمین، جز آویختن نیست پاداش این. بدو گفت، کی گفت؟ او سوداوه. سوداوه اینجا هست شده. سوداوه بدو گفت اگر سر بباید برید، مکافات این بد که بر من رسید بفرمای و من دل نهادم بر این. نخواهم که باشی دل از من بکن. گفت باشه اگه خواست سر ببری ببر، و نخواهم که باشی دل از من بکن. اگر اقنام کینت از من تموم میشه با بریدن سر من، ببر. سیاوش سخن راست گوید همی، دل شاه از آتش بشوید همی. همه جادویی زال کردن در این، نبود آتش تیز با من بکن. خب اینجا تدبیری که اندیشید سوداوه، به خاطر که خب دیگه همه چیز بر علیهش بود دیگه، این سیاوش در اومده بود و معلوم بود که راست میگه، چون آتش پاک و مقدسه و پاکان رو رها میکنه و ناپاکی ها رو میسوزونه. بنابراین وقتی که سیاوش رو نسوزونده، معلوم میشه که سیاوش ناپاک نیست. حالا سوداوه باید یه دلیلی پیدا میکرد که چرا این اتفاق افتاد. دلیلی که پیدا کرده اینه، میگه آهان این راست میگه، این بچه گناهکار واقعا نیست. به خاطر همینی که آتش با او کاری نداشته. دل شاه از آتش بشوید همین، یعنی دلش از آتش شسته شده و مبرا شده و در آتش نسوخته. همه جادویی زال کردن در این، نبود آتش تیز با من بکین. میگه منم اگه میرفتم آتش منم نمیسوزند، چون اینجا یک نیروهای اهریمنی جادویی وجود داشته که توسط زال داشته اینها، چون زال معروف بوده به اینکه دیو بچه بوده و جادوگر بوده. اصلا از همه صحبت ها در مورد زال این بوده که زال جادوگر دیگه، و گفتن که این جادوی اون بوده که این ماجراها رو ایجاد بکنه به خاطری که مثلا دستگاه سلطنتی تضعیف بشه و این حرف و حدیث ها پیدا بشن. و خلاصه مثلا چون خود میخوام میگفتن زال چون با سیمرغ رابطه داشته و سیمرغ این کلک ها رو یاد بهش میداده، فکر نمی کنم که گفتن هم این داره. هم این که سپید موی بوده و میگفتن دیو بچه هست، مرغزاد و دیو بچه هست، و به خاطر که اصلا به خاطر همین که موهاش سفید بود این رو فرستادن. از همه بحثی که به دنیا اومد گفتن که این بچه دیوه و از بردنش که یعنی بدنش به وحوش بخورنش. بعدها من وقتی که دیدن که زال چقدر خوب سخن میگه، چقدر خوب قدرت داره، با این که مثلا تو کوه پرورش یافته توسط مرغ، با هیچ انسانی حرف نزده ولی همه سخن گفتن بلده، آداب و کشورداری بلده، پهلوانی بلده، این مسئله تشدید شد در مورد زال که این لابد جادو بوده که این رو آماده کرده برای یه چنین چیزی. این که تربیت سلطنتی نداشته، این که معلمی نداشته، چطور شده این چیزا همه رو بلده؟ بله. و این که بله توسط سیمرغ هم پرورش یافته، که خب اونم باز دوباره دلیل محکمیه. بدو گفت نیرنگ داری هنوز؟ شاگو هنوز دست از کلک کلوک ور نمیداری، اعتراف نمی کنی به دروغ گویید. بدو گفت نیرنگ داری هنوز، نگردد همی پشت شوخیت کوز. میگه این تعفنت تموم نمیشه در تو، و این تعفن حالا شاید معنی خوبی نباشه اینجا، این به اصطلاح پررویی به معنی این که دریدگی. شوخ چشم یعنی کسی که چشماش
لغت قشنگیه برای کلمه برای چش دریده. دیدین چش دریده خیلی منفیه، یعنی شوخ چشم اونقدر منفی نیست، ولی اینا در واقع یه جورای هم‌معنی هن. اون خیلی منفیه و اون کمتر منفیه. و این دریدگی و پررویی اینجا معنی میده. نگردد همین پشت شوخیت کوز، به ایرانیان گفت شاه جهان، که این بد که این ساخت اندر نهان، چه سازم که باشد مکافات این. همه شاه را خواندند آفرین، که پاداش این آنک بی جان شود، ز بد کردن خیش پیچان شود. به دشخیم فرمود کین را به کوی، ز دار اندر آویز و برتاب روی. خب اندر آویز و برتاب روی، یه معنیش میتونه این باشه که دارش بزن و برگرد، برو اینو دار بزن و بیا، اصلا انگار نه انگار که حالا یه نفر دار زدی، اینقدر بی ارزشه در چشمه. یکی دیگه برتاب روی میتونه معنیش این باشه که چهرهشو کنار بزن، چون که میدونن زنان درباری یکی از چیزهایی که داشتن این بوده که پوشیده بودن، پوشیدگی از نشانه های تجمل بوده و بزرگزادگی بوده، و برتاب روی، رویش کنار بزن که همه ببینن که سودابه بردار شده. و من واقعا نمیدونم منظور فردوسی اینجا کدومی که از این دو حالت است. به دشخیم فرمود کین را به کوی، ز دارن در آویز و برتاب روی. چو سودابه را روی برگاشتند، شبستان همه بانگ برداشتند. خب این روی برگاشتن یعنی در واقع برگردانیدن، چرخاندن. مثلا پشت برگاشتن توی شاهنامه به معنی فرار کردنه، مثلا لشکر پشت برگاشت یعنی پشتش رو کرد به اون طرفی که باید روش می بود، به دشمن پشت کرد و رفت، یعنی فرار کرد. و روی برگاشتن یعنی انگار ببینید، انگار به نظر من برعکس پشت برگاشتنه، یعنی در واقع اون میشه فرار کردن، این میشه پیش کشیدن، یعنی جلو اووردن و اووردنش که به هر حال محاکمش کنن یا دارش بزنن یا هرچی. من روی برگاشتن رو دارم معنی برعکس پشت برگاشتن میکنم، که یعنی چون رودابه رو آوردن. شواهد زیادی هم ندارم که حالا حرف خودم اثبات بکنم، ولی احساس میکنم این معنی رو میده. شبستان همه بانگ برداشتند، یعنی تو حرمسرا زنان و اون کسانی که اونجا بودن همه شروع کردن آخ و ناله کردن، چون سودابه رو دوست داشتن دیگه. سودابه در این حال محبوب بود، یعنی سودابه هم در شبستان محبوب بود، هم نزد خود کاووس خیلی محبوب بود. دل شاه کاووس پر درد شد، نهان داشت رنگ رخش زرد شد. خب انسان وقتی که یه غم درونی داره، در چهرهش آثار اون غم درونی ظاهر میشه، و کیکاووس اینجا نمیتونست این دستوری که خودش داره در حق سودابه میده رو برتابه، چون دوست داشت سودابه. سیاوش چنین گفت با شهریار، که دل را بدین کار غمگین مدار. به من بخش سودابه را زین گناه، پذیرد مگر پند و آیین و راه. همی گفت با دل که بر دست شاه، گریدون که سودابه گردد تباه. به فرجام کار او پشیمان شود، ز من بیند آن غم چو پیچان شود. اینجا سیاوش فکر کرد که حال شاه این سودابه رو میکشه، ولی بعدن این رو همش تقصیر من میذاره و هیچ وقت دیگه من رو دوست نخواهد داشت، بنابراین بهتر وساطت کنم و جان سودابه رو اینجا بخرم. همی گفت با دل، یعنی یواشکی تو دلش گفت، که بر دست شاه گریدون که سوداوه گردد تباه. به فرجام کار او پشیمان شود، زمن بی ندان غم چو پیچان شود. هر وقت دیگه عصبانی میشه میخواد سر من خالی کنه.
بهانه همی جست از آن کار شاه. ببخشید از آن کار. بهانه همی جست از آن کار شاه. میگه شاه من منتظر یه بهانه بود که یکی بیا وساطت کنه، این در واقع سوداوه رو ببخشه. و منتظر این بود که چیز بگه، سیاوش بگه، و سیاوش هم گفت. بهانه همی جست از آن کار شاه، بدان تا ببخشد گذشته گناه. سیاوش را گفت بخشیدمش، از آن پس که خون ریختن دیدمش. میگه که بعد از این که فرمان مرگش و قتلش رو صادر کردم، یه خورده عذاب وجدانم تمام شد و میتونم الان ببخشمش دیگه. سیاوش ببوسید تخت پدر، وزان تخت برخواست و آمد به در. شبستان همه پیش سوداوه باز، دویدند و بردند یک یک نماز. بر این نیز بگذشت یک روزگار، بر او گردتر شد دل شهریار. چنان شد دلش باز پر مهر اوی، که دیده نبرداشت از چهره اوی. و دوباره عشق بین سودابه و کاووس بالا گرفت و انگار نه انگار یه غمی بود و یک چنین جنایتی بود و یک چنین حرف و حدیث هایی بود و اینها. دیگر باره با شهریار جهان، همی جادویی ساخت اندر نهان. بدان تا شود با سیاوخش بد، بدان سان که از گوهر او سزد. به گفتار او باز شد بد گمان، نکرد ایچ بر کس پدید آن زمان. پس یه دلخوری بین شاه و سیاوش ایجاد شد. یعنی بفهمی نفهمی همیشه شاه از دست سیاوش دلخور بود و این را به کسی هم نمی گفت. و سودابه هم توی این مسئله در واقع نقش داشت. خب ببینید کاووس اصلا در شاهنامه شاه دوست داشتنی و منزهی نیست، مثلا برخلاف کیخسرو، برخلاف بهرام، اصلا کیکاووس چنین نیست. همه زندگی کیکاووس رو آدم وقتی که نگاه میکنه میبینه پر از انتقاد و پر از کارهای اشتباهیه که به جاهایی هم به فاجعه انجام میده، که حالا تو همین داستانم هم اشاره میشه بهشون که حالا خواهم گفت. به جایی که کاری چنین افتاد، خرد باید و دانش و دین و داد. چنان چون بود مردم ترسگار، براید به کام دل مرد کار. خرد باید و دانش و دین و داد، و خرد و دانش و دین و داد مال مردم ترسگار هست. مردم ترسگار یعنی مردم زاهد و فکور که خردمند هستند و به جهان و به اخلاق، به فلسفه زندگی، به انسان اینها فکر میکنن. به جامی که زهر آکند روزگار، از او خیره نوشه مکن خواستار. تو با آفرینش بسنده نی، مشو تیز اگر پرورنده نی. پرورنده یعنی مربی، یعنی معلم، یعنی رایز. میگه تو قدرت در واقع مدیریت اعمال دیگران رو نداری و به اصطلاح پرورنده اصلی اونها خداست، پرورنده اصلی اونها روزگار هست و تو نمیتونی مدیریت کنی آدم ها رو، چون پرورنده اونها نیستی. آدم ها اینجوری هن، یه روز دشمن میشن، یه روز دوست میشن. شام خلاصه کیکاووس هم اینچنین بود. چنین است کردار گردان سپهر، نخواهد گشادن همی با تو چهر. بر این داستان زد یکی رهنمون، که مهری فزون نیست از مهر خون. چو فرزند شایسته آمد پدید، ز مهر زنان دل بباید برید. یه ضرب المثل هست که میگن اگه بچه خوبی به دست آوردی دیگه مهر و عشق به زن رو رها کن. انگار که
به جامعه فهمیده بود این موضوع رو که در یک دل دو محبت نگنجد. و وقتی که بچه میاد و یه بچه شایسته است و دوست داشتنی هست، یواش یواش جای عشقهای قبلی رو تنگ میکنه و کنار میزنه و جای خودش رو باز میکنه. بچه جای خود به اصطلاح جای پای خودش رو محکم میکنه، مخصوصا بچه شایسته، بچه ای که آدم وقتی میبینتش ذوق میکنه و دوستش داره. خب یک چیزی که در داستان سیاوش بود، برعکس این موضوع هم از موضع سودابه میبینیم که وقتی که سیاوش میاد، در واقع عاشق شدن سودابه بر سیاوش یکیش هم همینه. در واقع میدونه که کاووس جوانی حالا آمده و اون کیکاووسی که اون یه روزی عاشق شده بود حالا انگار دوباره زنده شده و این بچه جای اون پدر رو باید بگیره. اصلا خود پیشنهاد سودابه برای اینکه به سیاوش همی بود، میگه تو بیا با من ارتباط برقرار کن، با من ازدواج کن. میگه به ظاهر در واقع من دخترم رو به تو میدم، ولی من خودم از آن تو هستم و فردا تو بر تخت خواهی نشست و اون وقت من به اصطلاح میشم ملکه حرمسرا و ملکه شبستان تو. سودابه هم در واقع به نوعی داره به همین قضیه نگاه میکنه و کاووس هم داره انگار به این قضیه نگاه میکنه و این در این داستان زد یکی رهنمون، یعنی انگار یکی ضرب المثلی گفته، یه رهنمونی، یک رهبری، یه دانایی گفته همیشه این اتفاق میفته که نسل جدید وقتی میان اون نسل قبلی رو به هر حال کنار میزنن. گفتارن در آگاهی یافتن کاووس شاه از آمدن افراسیاب به ایران. به مهرندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان. من ترکیب های اندرون رو تو شاهنامه نگاه کردم، همینجور سرسری ها، یعنی نه حالا با دقت زیاد و همه ترکیب ها رو نگاه کرده باشم، اینا نه، همینجور سرسری نگاه کردم، دیدم ما دو نوع به اصطلاح ترکیب با اندرون میسازیم. یکی اینکه یه جایی هست، مکانی هست، مثلا به بلخندرون، به سغدندرون، به قلبندرون، قلب یعنی قلب سپاه که میشه یه جایی از سپاه، به پیشندرون، به خاکندرون، یعنی مردری که وقتی میکنیم زیر خاک، و نمونه ها فراوانه، به خانندرون یعنی سر سفره، به دشتندرون یعنی در دشت، و همینجور باز مثلا نمونه های دیگه که تو همین ردیف، مثلا به چنگندرون، چنگ را هم داریم تشبیه میکنیم تو ذهنمون به یه مکانی دیگه، بگیم به چنگندرون، یا به مغزندرون، یعنی سر خودمون رو داریم تشبیه میکنیم به یه مکانی و حالا اون توی سر ما هست و همینجوری. و یه سری از اندرون ها دیدم که اینها موقعیت رو میسازه نه مکان رو، مثلا به خوابندرون، به خوابندرون یعنی وقتی که خواب بود یا وقتی که داشت خواب میدید، یا به بزمندرون. حالا بزمندرون میتونه هم اون مکان باشه، یعنی بگیم در یه مکانی که بزم بوده، هم میتونه این نوع موقعیت باشه، یعنی در حالت شادی. یا به نوشندرون، تو این ترکیب نگاه کنن میگه که وگر زیر نوشندرون زهر نیست، به نوشندرون در ترکیب وگر زیر نوشندرون زهر نیست. اینجا زیر نوشندرون یعنی در حالتی که انسان احساس رهایی و احساس پیروزی و اینها میکنه و نمونه های دیگه. با خودم فکر میکردم این به مهرندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان یعنی چی؟ با خودم میگفتم شاید توی نسخه ای باشه به مهدندرون بود شاه جهان، و همه نسخه ها رفتم نگاه کردم، یعنی پاورقی های این رو نگاه کردم، نسخه مسکو رو نگاه کردم، جود مول رو نگاه کردم، همه رو نگاه کردم، هرچی یعنی میتونستم نگاه کردم،
همه جا هست به مهرندرون، یعنی مهد نیست. خب به مهرندرون نمیتونه مکان باشه، باید موقعیت باشه. یعنی چی به مهرندرون بود شاه جان؟ یعنی شاه تو عشق و حال بود، شاه خوشحال بود، شاه در حالت چی بود؟ به مهرم نمیتونه اینجا باشه که بگیم به مهرندرون بود شاه، باید همون مهر باشه. آره، حالا زرین نکته میگه که به نظر منم همینه، که یعنی در واقع شاه در حال دلدادگی با سودابه بود، به مهرندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگان. همینجور که با سودابه دیگه دوست شده بودن دوباره و دوباره نهانی با هم چیک و پیکی داشتن و حتی بر ضد سیاوش هم یه مقداری حرف و حدیث می زدن و اینها، تو این وضعیت بود که بشنید گفتار کاراگان، یک کسایی اومدن بهش خبر داد. اگر چنین باشه که من هم فکر میکنم، حالا حدس زرین درست، خودم هم حدسم همینه، بنابراین این تیکه بالا، یعنی این 6 تا 7 تا بیتی که به جایی که کاری چون این افتاد خرد باید و دانش و دین و داد، تا چو فرزند شایسته آمد بدید ز مهر زنان دل به باید برید، کل اینها میشه در واقع یه تیکه معترضه که اتفاقا حالا خوبم سازگار میشه با قضیه که فردوسی در واقع داره به اصطلاح این همدستی ذهنی کیکاووس رو با سوداور میگه و حالا یه چند جمله میگه که چه بد و کاش چنین نبود، چون بود مردم ترس را کار، میگه به جامی که زهر آکند روزگار از او خیره نوشه مکن خواسته. میگه چرا ای پادشاه تو از جامی که زهر میده نوش خواستاری میکنی؟ چرا رفتی و با سودابه دوباره ریختی رو هم و دوباره افکار ضد سیاوش میکنی و اینها؟ و حالا میگه به مهرندرون بود شاه جهان که بشنید گفتار کاراگهان، که افراسیاب آمد و صد هزار. هنوزم میگم که توی نسخه پیدا نشده ای باید یه روزی پیدا بشه که باشه به مهدندرون بود شاه جهان، و من خوشحال بشم که این حدسم درست بوده، یعنی با در مهد با سودابه بود، در واقع در کجاوه با سودابه بود، یه خورده به نظرم منطقی تر میاد. حالا کار نداریم. که افراسیاب آمد و صد هزار، کاراگهان گفتن افراسیاب اومده با صد هزار سپاهی، گزیده ز ترکان شمرده سوار. شمرده یعنی توچین شده و مرتب شده و اینها، لشکر به صورت لشکر در آمده، یعنی سواران برگزیده‌ای که به صورت لشکر در آمدند. دل شاه کاووس از آن تنگ شد، که از بزم رایش سوی جنگ شد. ببینن این بزمی هم که اینجا هست با اون مهری که گفته بود اونجا به مهرندرون بود سازگار هست، هنوز با مهدم البته سازگار هست ولی با مهرم سازگار هست. دل شاه کاووس از آن تنگ شد، که از بزم رایش سوی جنگ شد. یکی انجمن کرد از ایرانیان، که هر کس که بود نیک خواه کیان، به دیشان چنین گفت کفراسیاب ز باد و ز آتش ز خاک و ز آب، همانا که یزدان نکردش سرشت. گفت به ایرانیان که این جناب افراسیاب مثل که از باد و آتش و خاک و آب ساخته نشده، از عناصری که اصلی اربعه ساخته نشده، این از این جنس من و شما نیست. به دیشان چنین گفت کفراسیاب ز باد و ز آتش ز خاک و ز آب، همانا که یزدان نکردش سرشت، مگر خود سپهرش دیگرگونه کشت. این یه چیز دیگه است که چندین به سوگند پیمان کند، به خوبی زوان را گروگان کند. هی قسم میخوره، هی پیمان میبنده، هی میاد قولهای خوب خوب میده. چو گرد آورد مردم جنگجوی، به تابت ز پیمان و سوگند روی. جز از من نباید شدن کین خواه، کنم روز روشن بروبر سیاه. من خودم باید پاشم برم جنگ.
اصلا هیچ کسی دیگر هم قبول ندارم، خودم باید بلنشم برم پوست این بکنم، مگر کم کنم نام او از جهان، وگرنه چه تیر از کمان، چه تیر از کمان ناگهان سپه سازد و ساز ایران کند، بسی زین بر و بوم ویران کند. 100,000 تا سپاه ورداشته اومده نزدیک مرز و هر آینه ممکنه حمله بکنه، اگر نرم این ممکنه بیاد پایین و از جیهون عبور کنه و بیاد و وارد ایران بشه. بدو گفت موبد که چندین سپاه چو خود رفت باید به داوردگاه، چرا خواسته داد باید به باد. موبد اومد بهش گفت که آقا اگه خودت میخوای بری به جنگ، این همه فرمانده و لشکر و سپاهی و اینها برای چی تربیت کردی؟ تو اینا رو که تربیت نکردی که خودت بری جنگ. ببینن بدو گفت موبد که چندین سپاه چو خود رفت باید به داوردگاه، چرا خواسته داد باید به باد، در گنج چندین چه باید گشاد. دوبار این سر نامورگاه خیش سپردی به تیزی به بدخواه خیش. حالا تو سابقه خوبی هم نداری تو جنگ که آقا میخواد بلند شی خودت بری جنگ، یه بار رفتی اسیر دیوای مازندران شدی که رستم بدبخت اومد از 7 خان عبور کرد تا تو رو نجات داد، یه بار دیگه رفتی افتادی به عشق همین سوداوه و اونجا تو زندان هاماوران اسیر شدی، دوباره رستم اومد اونجا تو رو نجات داد، حالا دوباره تا یه لشکری اومده بدو بدو میخوای بلنشی بری به جنگ. موبد دیگه عصبانی شده بود از دست آقای چیز. ببینن میگه که بدو گفت موبد که چندین سپاه، این همه سپاه داری، چو خود رفت باید به داوردگاه، چرا خواسته داد باید به باد، در گنج چندین چه باید گشاد. دو بار این سر نامورگاه خیش سپردی ز تیزی به بدخواه خیش، کنون پهلوانی نگه کن گزین، سزاوار جنگ و سزاوار کین. چنین داد پاسخ به دیشان که من نبینم همی کس بر این انجمن، که دارد پی و تاب افراسیاب، مرا رفت باید چو کشتی بر آب. و منم که میتونم برم با افراسیاب به جنگم، هیچ کی بین این شماها عرضه نداره. شما بازگردید تا من کنون بپیچم یکی دل بر این رهنمون. گو بزنه من یکم فکر کنم. سیاوش از آن، یعنی از آن موضوع، یعنی از این مطلب دل پراندیشه کرد، روان را از اندیشه چون بیشه کرد، یعنی فکر و خیالات ولش نمی کرد، روان را از اندیشه چون بیشه کرد، یعنی وسعت بخشید به افکار خودش و غرق شد در توهمات و خیالات. به دل گفت من سازم این رزمگاه، به چربی بگویم بخواهم ز شاه، مگر کم رهایی دهد دادگر ز سوداوه و گفتگوی پدر. گفت الان من باید برم به این جنگ، از شر این ماجرای سوداوه و حرفای پدرم و اینا راحت بشم، برم از این دربار پر از ناپاکی و حرف و حدیث بیرون. و دیگر که از این کار نام آورم، من مشهورم میشم، چون این لشکری را به دام آورم. بشد با کمر پیش کاووس شاه، بدو گفت من دارم این پایگاه، که با شاه توران به جویم نبرد، سر سروران اندر آرم به گرد. چون این بود رای جهان آفرین، که او جان سپارد به توران زمین. ای وای فردوسی اینجا داستان لو داد، نباد میگفتیم بدرو، یعنی اینجا ناراحت شدم از دست حکیم که چرا داستانش جلو جلو داره لو میده. چون این بود رای جهان آفرین، که او جان سپارد به توران زمین، به رای و به اندیشه نابکار، کجا بازگردد بده روزگار. نابکار یعنی ناکارآمد، یعنی ناتوان.
در کرمون مثلا به من مثلا فرض کنید میگن که برو یه انبر دستی بیار، من میرم یه انبر دستی میارم، میگن این به کار نمیاد. این به کار نمیاد یعنی کارآمد نیست، یعنی اینی که تو آوردی به درد نمیخوره. نابکار که اینجا فردوسی به کار میبره این همون به کار نمیادیه که ما کرمونی ها به کار میبریم، یعنی اینکه این کارآمد نیست. چون ما امروز نابکار رو یه جور دیگه معنی میکنیم. امروز وقتی میگیم یه آدم نابکاریه، منظورمون یعنی نیرنگ باز و حقه باز و پدر سوخته و کلک و این چیزا. ولی نابکاری که فردوسی به کار میبره یعنی ناکارآمد. میگه به رای و به اندیشه نابکار، کجا باز گردد بده روزگار، که کاشکی سیاوش نمیرفت به این جنگ. بدان کار هم داستان شد پدر، که بندد سیاوش بران کین کمر. از او شادمان گشت و بنواختش، به نوی یکی پایگه ساختش. بدو گفت گنج هنر گوهر پیش توست، تو گویی سپه سر به سر خیش توست. ز گفتار و کردار و از آفرین، که خوانند بر تو از ایران زمین. همه اینها هر این ستا چیز مردم با تو سهیمن، مردم با تو شریکن، یکی ز گفتار، یکی ز کردار، و یکی از آفرین که خوانند بر تو از ایران زمین. سه چیز هست که تو رو با سپاهت خیش میکنه و تو اونها رو داری، تو خیش سپاهی، چون گفتارت رو مردم دوست دارن، کردارت رو مردم دوست دارن و آفرین بر تو میخوانند، ستایش میکنن تو رو، آفرینی که خوانند بر تو از ایران زمین. گوه پیلتن را بر خیش خواند، گوه پیلتن را بر خیش خواند. بسی داستانهای نیکو براند، بدو گفت همزور تو پیل نیست، هماننده رای تو نیل نیست. به گیتی خردمند و خاموش تویی، که پروردگار سیاوش تویی. چو آهن ببندد به کندر گوهر، گشاده شود چون تو بستی کمر. وقتی تو کمر میبندی ای رستم، کاووس بشکاف، تو میتونی از توی دل سنگ آهن رو بکشی بیرون. چو آهن ببندد به کندر گوهر، وقتی اونجا بسته میشه، گشاده شود چون تو بستی کمر. بین گشاده و بستن و بندد و چقدر خوش تکنیکی این بیت. بزنید بار دیگه بخونم. چو آهن ببندد به کندر گوهر، گشاده شود چون تو بستی کمر. سیاوش بیامد کمر بر میان، سخن گفت با من چو شیر ژیان. بخواهد همی جنگ افراسیاب، تو با او برو روی از او بر متاب. چو بیدار باشی تو خواب آیدم، چو ارمیده باشی شتاب آیدم. گفتی تو بیداری من میتونم بخوابم، کاووس گفت. وقتی تو میخوابی من جوش میگیره، من رو سودا منو میگیره. چو ارمیده باشی شتاب آیدم. جهان ایمن از تیز شمشیر توست، سر ماه بر چرخ در زیر توست. تهمتن بدو گفت من بندم، سخن هرچه گویی سرایندم. سیاوش پناه و روان من است، سر تاج او آسمان من است. چو بشنید از او آفرین کرد و گفت، که با جان پاکت خرد باد جفت. برآمد خروشیدن نای و کوس، بیامد سپهبد سرفراز توس. توس به سر نوذر هست که خیلی شخصیت عالی رتبه نظامی هست در زمان کیکاووس.
پدر شاه بوده. به درگاه بر انجمن شد سپاه، در گنج و دینار بگشاد شاه. ز شمشیر و گرز و کلاه و کمر، هم از خود و درع و سنان و سپر، به گنجی که بود جامه نابرید، فرستاد نزد سیاوش کلید. جامه نابرید یعنی پارچه های الوانی که هنوز بریده نشده بودن و قواره نشده بودن. که بر خان و برخواسته کت خدای تویی، ساز کن تا چه آیت رای. گزین کرد از آن نامداران سوار، دلیران جنگی 10,000 و 2,000. پس 12,000 دلیر رو انتخاب، 100,000 تا لشکر افراسیاب بودن و این 12,000 تا انتخاب کرد. هم از پهلوه پارس کوچ و بلوچ، زگیران جنگی و دشت سروچ. و کوچ و کوج و بلوج و سروج، هر ستای این اینا نواحی نزدیک کرمان و سیستان، بلوچستان و کرمان و اینجا هستن، و گیلان هم که گیلان هست، و پارس هم که پارس هست. یعنی از پارس و نواحی کرمان و گیلان و 10,000 و 2,000 سوار رو انتخاب کرد. سپرور پیاده 10,000 و 2,000 گزین کرد شاه از در کارزار. پس 12,000 تا سوار بودن، 12,000 تا پیاده، یعنی 24,000 نفر لشکر بودن. از ایران هر آن کس که گوزاده بود، دلیر و خردمند و آزاده بود، به بالا و سال سیاوش بودند، خردمند و بیدار و خاموش بودند. مینیمون باید سنشون همسن آقای سیاوش می بوده، چون سیاوش جوونه، بچه است، فکر کنم مثلا 14 سالش. ز گردان جنگی و نام‌آوران، چو بهرام و چون زنگه شاوران، همان 5 موبد از ایرانیان برافراختند اختر کاویان. پس اختر کاویان رو، یعنی ستاره بالای درفش کاویانی رو در آسمان بلند کردن توسط 5 تا موبد که کارشون حمل درفش کاویانی بوده، اینها رو هم در واقع تمام اون آرایش نظامی رو اجرا کردن. بفرمود تا جمله بیرون شدند، ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. تو گفتی که اندر زمین جای نیست، که بر خاک او نعل را پای نیست. جا پا برا اسبا نبود، اینقدر شلوغ بود. سر اندر سپهر اختر کاویان، چون ماه درخشنده اندر میان. ز پهلو برون رفت کاووس شاه، یکی تیز برگشت گرد سپاه. یکی آفرین کرد پرمایه کی، که ای نامداران فرخنده پی، مبادا جز از بخت همراهتان شده تیره دیداره بدخواهتان. به نیک اختر و تندرستی شدن، به پیروزی و شاد باز آمدن. همینجور که سالم دارین میرین، امیدوارم که پیروز و شاد برگردید. شاه رفت یک سانی دید و خیلی خوشش اومد از این سپاهیان و این حرفا رو زد. بزان جایگه کوس بر پیل بست، به گردان بفرمود و خود برنشست. شاه هم سوار شد. دو دیده پر از آب کاووس شاه، همی بود یک روز با او به راه. پس یک روز کاووس همراه سیاوش حرکت کرد. سرانجام مر یک دیگر را کنار گرفتند، و هر دو چو ابر بهار ز دیده همی خون همی ریختند، به زاری خروشی برانگیختند. پس یک روز که کاووس با این لشکر سیاوش رفت و اونجا از
همدیگر رو بغل کردن و مثل ابر بهار گریه کردن و برگشتن. من مطمئنم که این صحنه همه ماها رو که توی خارج از ایران زندگی میکنیم به یاد مهاجرت میندازه، که همراهانمون یادتونه که میومدن تا فرودگاه و تا یه جایی و ما بغلشون میکردیم و بعد خداحافظی میکردیم. حالا باید ببینیم که چی میشه هفته آینده. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون.